بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رئیسی. عرض تبریک هفته دولت دارم خدمتتون و همچنین تسلیت ایام اعضای اهل بیت علیهم السلام. علیهم السلام. آقای رئیسی، برخی مقامات رژیم صهیونیستی ادعا کردند که با فرض توافق و یا عدم توافق حق خودشون رو برای اقدام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران محفوظ میدونن. پاسخ شما به این تهدیدات چطور هست و بفرمایید شدت و نوع پاسخ جمهوری اسلامی ایران به عملی کردن تهدیدات احتمالی بستگی به توافق و یا عدم توافق خواهد داشت یا خیر؟ ممنون. متشکرم از شما. اقدامات هستی، صنعت هستی، داشتن توانایی هستی حق جمهوری اسلامی ایرانه. هیچ کس و هیچ مقام این حق رو نمیتونه از جمهوری اسلامی بگیرد. این حق ملت ماست. بارها هم اعلام کردیم که سلاح هستی در دکترین دفاعی ما جایی ندارد. رهبری معظم انقلاب اسلامی فرمودن این کار حرامه. دولت، مسئولین، دستاندرکاران هم از نظر شرعی و هم ما بارها اعلام کردیم از نظر سیاست و سیاست بین‌المللی خارجی که این جایگاهی در دکترین دفاعی ما ندارد. اما من نمیدانم واقعا دسترسی جمهوری اسلامی به توانایی های هسته‌ای و صنعت هسته‌ای که در بسیاری از صنایع میتونه کارساز باشه، در کشاورزی، در صنعت، در بخش های مختلفی. در این نمایشگاه اخیر که برقرار شده بود دیدید که در نفت و گاز و پتروشیمی هم چقدر میتونه تأثیر داشته باشه و در بسیاری از صنایع. این حق مسلم ماست. رژیم صهیونیستی از اول نمیخواست جمهوری اسلامی به این دانش دست پیدا کنه، اما امروز برخلاف اراده اونها و برخلاف اراده مستکبرین این دانش در کشور ما بومی شده و به هیچ عنوان نمیشه از مردم ما، از جوانهای ما و متخصصین ما این دانش رو گرفت. این پس قطعی است. تهدیدات رژیم صهیونیستی هم کار به جایی نبرد و نخواهد برد. ترور دانشمندان هسته‌ای و شهدای عزیز و گرانقدر ما برای توقف این کار در کشور بود، اما ما متوقف نشدیم. بسیاری از خرابکاری‌ها و فتنه‌ها برای این بود که ما متوقف بشیم. ما متوقف نشدیم و هیچ اقدامی از ناحیه رژیم صهیونیستی و مستکبرین ما را متوقف نخواهد کرد و ما را از گرفتن این حق قطعی ملت ایران باز نخواهد داشت. اما نسبت به تهدیدات رژیم صهیونیستی که تا کنون کاری رو از پیش نبرده، خب رژیم صهیونیستی ببینه با این تهدیدات آیا حریف نیروهای مقاوم در فلسطین میشه؟ دیروز حریف سنگ اونها میشد، امروز حریف موشک‌های نقطه زن اونها میشه؟ ببینه وضع خودش رو، ببینه با این تهدیدها سازگاره؟ اطراف خودش رو نگاه کنه، ببینه امروز با همه این حرفایی که زده میشه میتونه امنیت خودش رو حفظ بکنه؟ این که دیگه امری است که جلو چشم مردم دنیاست. میبینن که غزه، علارغم این که اونها حبس شدن در غزه، مردمی که مظلومانه حبس شدن در اونجا، اما امروز دارن خودشون دفاع میکنن. رژیم صهیونیستی میتونه در مقابل اونها مقاومت کنه، چه برسد در مقابل ملت بزرگ ایران، سلحشوران مقاوم ما در ایران. اگر میتونستن مقاومت کنن، چرا دست زدن به ترور ناجوان مردانه شهید سلیمانی؟ مگر شهید سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم در منطقه نبود؟ مگر او کسی نبود که منطقه رو امن کرد برای اهل منطقه، نه برای ایران؟ چرا از او ترسیدن؟ این وحشت اونها رو همه در عالم میدونن. من اون چی که میخوام به اونها بگم این است که فاصله بین تصمیم و اقدام رو ببینند. اگر تصمیم چنین کاری رو بگیرند، شاید به اونها دیگه مهلت داده نشه که بخوان دست به اقدامی ببرن. فاصله بین این تصمیم خواهند دید که از رژیم صهیونیستی چیزی میماند یا نمیماند.